نوبتی هم باشه وقت رسیدگی به قیمت طلا و سکه و دلار توی ایرانه. امروز یه چرخی توی بازار زرگرای شیراز زدم و در کنار مردمی که اومده بودن طلا ببینن یا پولشون رو چند ما جمع کرده بودن و اومده بودن که بالاخره طلایی که دوست داشتن رو بخرن راه رفتیم. توی یه مغازه رفتم و از شرایط قسطی خریدن طلا پرسیدم و بررسی کردم که طلا فروشا هوای مردم رو دارن یا نه. آخر سوالمون اینه که چرا ایرانی ها طلا میگیرن ولی آنچنان استفاده نمی کنن؟ درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. هر جای دنیا که هستید، جیب پرپول، کمپول، متوسط، همین چی. حالا چرا یه حرفو زدم؟ میخوام بریم بازار زرگرای شیراز رو ببینیم، جایی که طلا خرید و فروش میشه، نقره میسازم، نگین فروشی کارگاه هست، همین چی هست. سر طالبانی هستیم و ساعت تقریبا 10:11 قبل از ظهر تقریبا 20 خرداده، چون باید تاریخ رو بگم که دقیق داشته باشیم قیمت دلار و سکه و ارز و چه میدونم این کوفته در ما. کلن حالا رو نقشم و اگه شد نشونتون میدم کلن طلا فروشی، کلن که نه ولی دیگه اکثرا طلا فروشی دارم. اینه زده عکس برداری ممنون، ما بهشون احترام میذاریم. البته ما هم فیلم میگیریم. بعد دیگه اینجا میریم به سمت بازار زرگرا. این یه سمتشه، یعنی سمت سمت سرای طالقانشه. هر گرم طلا 18 عیار 3,370,000. یادم چند ماه پیش ما آمدیم یه تکی طلایی بگیریم، نصفشو داشتیم، بعد چون آشنا بود گفت نصفشو مثلا بیا با قیمت طلا برات حساب میکنیم، فهمیدیم؟ مثلا من میرم طلا میگیرم، بعد 2 ماه بعد میام تسویه میکنم، بعد میگه که آقا طلا اومده پایین، من ازت کمتر میگیرم، طلا رفته بالا، من ازت بیشتر میگیرم. حالا ما رفتیم یه طلا گرفتیم، بعد دقیقاً فردا شبش حماس حمله کرد به اسرائیل، طلا رفت بالا، دلار رفت تو ایران بالا. حالا چند بود من دقیقاً یادمه، 2,200 بود، 2,200 چند بود همین اینا بود. حالا با برم نگاه کنم از چند شده چند، الان 3 خورده. حالا هستی که یه هم از بابت یه خاطره داریم، حالا اومدیم یه بخشی از پولو بدیم. یه خانواده ایرانی که میشنستم آقای پول بیاد دستم میگم برو یه طلایی بگیر، شب نامزدی میخواست هدیه بدی به زنت، چه میدونم سفره عقد و این چیا زیر لفظی داشته باشی. بیشتر خانوم ها میبینید اینجا که محو مغازه ها شدن، من هم تکه دادم به یه ستون یه گوشه. بله امیدوارم که
طلایی که میخوان پولش توی جیبشون باشه و از اینجا میرن حسرت به دل نباشه. البته نه با آدم حسرت بخوریم، ولی برای خانوم ها هست. چجوری برای بعضی آقایون یه موتور، یه ماشین، یه زمین، یه ویلای، یه مغازه میگن حسرت داریم بخوریم، خب برای خانوم ها هم طلا هست. اینا یه از یاد افتاده طلوی قدی بیشتر الان ظریف مد شده. البته اقتصادمونم ظریف شده. البته نباید نگاه بکنیم که قیمت مثلا تاگرم طلا 3370 مالیات و اجرت و پول نگین و بند و بساط فقط میچن روش که میشه یه دفعه گرم 3800 مثلا. مجتمع طلا و جواهر دایا اینجا هم بریم ببینیم غریب افتاده. البته شما باید اون سوال باشه که فروش دارن برد دارن معمارش هم قشنگ. خب سکه هر کدوم 40 میلیون و اونس طلا 2367 دلار. من دقیقا موقع میخواستم کارت بکشم یه تابلو اینجا بود دیدم اونس طلا 1700 بود الان شده 2000. بیشترش هم به خاطر حمله اختلاف های بین اسرائیل و فلسطین و حماس و این چیزا که چند ماه اخیر رفته بالا. البته دلار هم موقع 49 تومن 50 تومن بود الان تقریبا 58-9 هزار تومنه توی ایران. طلای اقساطی نرخ ثابت. آقا سلام، خسته نباشید. سلام. آقا یه سوال دارم، اینجا زدید اقساطی نرخ ثابت چجوریه؟ مال قبل از این نوسان و طلای روی زیاده. نرخ ثابت یعنی اینکه ما نصفشو نقد بگیریم، نصف دیگه ای که میمونه برای 3 ماه 12% میکشیم روز بهتون. بعد به نرخ طلا هم میشه جو حساب اونجوری ریاله دیگه. وقتی 12% میکشیم روش دیگه ریاله. هر ماه 12% کلا ماهی 4% حالا این مال نرخ ثابت. حالا چه جوریه داریم الان انجام میدیم؟ 3 ماه میزنیم اون نصفی که مونده رو درصد دیگه روش نمیکشیم، تبدیل به وزن طلا میکنیم. طلا بالا بره پایین بیا فرقی نداره. فرقی نداره ماهی مثلا 1 گرم باید پردام کنیم تو شرایط یکی به نفع هر دو طرف. آره دیگه یه نرخ ثابت میره. نه وزنه نه، چون که ما داریم گفته 12% نه اون نرخ ثابت هست. چون نرخ به حسابم به روزه به نفع هر دو طرفه. ولی بیشتر طلا فروش هاشون همیشه میره بالا دیگه. نه همیشه میره بالا درست، یه وقتی هم میره پایین. آره. من الان طلا 3,480,000 3,560,000 دادم. همین دیروز اومده تصفیه 3,300 سه اومده 3,300 افراد تصفیه کرد. من ضرر نکردم ها، من 3 گرم ازش میخواستم اومده. آره شما گرمی حساب میکنی، من میگه همون اول 3 گرم. آره 3 گرم ولی اونم به نفع شده. میخوام بگم همیشه این نیست که بره بالا، ولی توی شرایط بروز به نفع هر دو طرف. هر دو طرف خیلی هم موفق باشید. ممنون که توی اوزا ف...
فکرتون اینه که هوای بقیه هم داشته باشه، یکی بخواد طلا بگیره بتونه. همینه، نگاه بکن، ما هممون به هم بس بده بسون توی جامعه که میگن زندگی اجتماعی. همینه. بله، خیلی ممنون، انشاءالله موفق. متشکرم، خدا نگهدار. خیلی خوبه که طلا فروشی دیگه، باید جدی باشن، بی‌رحم باشن، ولی به فکر بقیه هم هستن. آب نتونستی و عکساتی بردار، خوبه توی اوضاع به هم رحم داشته باشه. خب این هم از طلا بود. اینجا طلای سفید یا نقرنج پاساجا هم داریم ببینیم. ما تقریبا سالی یه بار یا دو بار میاییم اینجا. هم یادم موقع اومدم یه بار اینجا سکه هم 15 میلیون بود، 12 میلیون بود، 18 میلیون. گفتیم بماند به یادگار، الان هم سکه 40 میلیونه، میگیم بماند به یادگار. طلا فروشی ها باید یه در میزدید باز میکردم برادر، امنیت انگار بالا یا بالا رفت، یه در بازه. ولی مثلا اینجا بازا زهیرها اینجوریه، چون اول آخرش چه لباس شخصی چه با لباس مخصوص حفاظت میکنن، ولی توی مثلا یه طلا فروشی توی یه خیابون باشه دیگه حتما اینجوریه که در و پیکرش مطمئن تر، ولی اینجا بیشتر اینجا باز بیدیم میرم میرم اینگو نه اینگو سکه 40 تومانه، هر گرم طلا اینقدر طلا 3 و 7 3 و 300، همین این میشه 6 میلیون از دورم دیده نمیشه طلاش. سره احمدی، اینجا خیابون احمدی که خیابون بود الان شده مسیر پیاده روی احمدی، اونجا هم ورودی یکی از ورودی شاه چراغ. این از طلا فروشی ها، بازار زرگرا. ممنون که یه ویدیو دیگه با من همراه بودید. و قیمت طلا و مردمی که داشتن طلا ها رو میدیدن یا میخریدن یا رد میشدن، میگفتن پول دستمون بیاد میگیریم، یه برای نامزدی ازدواج میدیدن انتخاب بکنم، امیدوارم همه طلایی که میگیرن استفاده کنن. از دوان میشناختن یکی طلا میگرفت میذاشت تو گاف صندوق، خانم بودا، گفتم اما از اقل دور دست
آره بهش نمیگفتن، یعنی استفاده کن. الان میگیریم میندازیم میذاریم تو بانک، میذاریم تو گاف صندوق، استفاده بار کن. یه ویدیو دیگه معلوم نیست که برگردیم به بازار زرگرها طلا چند باشه، تا اون موقع خوش و خرم باشیم امیدوارم. رفتشون رو لباسه میگم کورت روشون قدیمیه.